قلب پایتخت، منطقه سبز امنیتی که صبح روز دوشنبه رنگ سرخ به خودش گرفت. در گرد و پیش این محل کم از کم 14 ایست بازرسی و پاسگاه‌های امنیتی است. افزون بر این چندین دوربین امنیتی نیز در این محل نصب هستند، اما چگونگی رسیدن دو انتحار کننده به اینجا که به جان باختن ده ها تن انجامید سخت پرسش برانگیز می تواند بود. مسئولین محترم امنیتی با در نظر داشت تکراری حوادث ایجاب می کند که بیشتر از آنچه کردن دریجه توجه داشته باشند. نهادهای امنیتی ایستهای بازرسی و پاسگاه‌های امنیتی را در شهر افزایش دادند تا امنیت شهر بهبود یابد، کاری که بر ازدحام شهر افزوده است. خدا از آسمان خونمه، حتما از کدوم را تیر میشمه. این مزایم مردم چک و تلاشه و بیروبار کن دیگه. این محتره تکسی خونه سک از کدوم را آمد دارم. چهار دروازه شهر کابل اول بسته شوه، مسدود شوه، اهمیت صحیح گرفته شوه که هر موتر داخل شهر میشه باید راجستر ثبت شوه که از کدام ولایت آمد. اگر به فرض بگیریم در این محیط منطقه بیش از 200 تا 300 هزار نفر زندگی میکنه، همگی از این در موت حالت بازرسی بدنیش کار دشوار است و یک مشکل پیدا میکنه. طبعا در بخشی هم طبعا ما باید قبول بکنیم که هنوز هم ما کوتاهی داریم، کمبودی هایی در وجود ما هست و از آنمو منفذ ها و از آنمو کوتایی ها دشمن استفاده میکنند. در این میان آگاهان مسائل نظامی چگونگی رسیدن حراس افکنان را به بخش های مهم پایتخت انتقاد میکنند. بسیاری از شخصیت های جهادی و تأثیرگذار و با تجربه به دلیل برخی از اختلافات سیاسی از دولت وحدت ملی افغانستان کنار گذاشته شد و یقینا این تأثیر منفی بر امنیت عمومی داشت. در حمله های خونین دوشنبه به شمول 9 خبرنگار و تصویربردار نزدیک به 20 تن دیگر جان باختند و نزدیک به 50 تن زخم برداشتند. چندمین بار است که حراس افغانان خودشان را به این جاده در محله سبز و به شدت محافظت شده پایتخت می رسانند و دست به حمله های انتحاری و انفجاری می زنند. هر بار هم نهادهای امنیتی به ویژه کشفی و استخباراتی با انتقادهای سختی روبرو شدند، اما چندی پس حمله های همچون رویدادهای خونین روز دوشنبه تکرار شدند. کریم امینی، تلونیوز.